امیدواریم که واقعا صلح تو تمام دنیا باشه، من جمله کشورمون، که در حال اگر اینو که من عرض میکنم به دلیل اینکه هم عضو جنبش مسلحانه بودم، همین که تو جنگ ایران عراق از نزدیک دیدیم، بنابراین از جنگ و مرگ نمیترسیم، ولی میدونیم فاجعه است و آخرین راه حل که با آدم تحمیل بشه اینه که اگر میگیم جنگ بده، چون وقتی جنگ شروع بشه اونهایی که نظامی ترن فرمان میدن، اونهایی که یکم تفکر میکنن باید برن تایی صف، و این یک چیز خوبی نیست. اگر میبینید آمریکایی‌ها یا کانادایی‌ها خیلی هاشون مخالف جنگن، هنوز کسایی که از جنگ جهانی اول و دومشون هستن هنوز زندن و میدونن که تجربه خوبی نیست و به همین دلیل خیلی کسا از جنگ نمیترسن، ولی عواقبشون میدونن. در حال خدمت شما عرض کنم که با این ما دو تا مهمون داریم، همونجوری که دیدید آقای حسن گلسفیدی و آقای جمشید باقرزاده، در رابطه با اپوزیسیون سازی در کانادا بحث میشه که یک مقدارش صحبت شد. هفته گذشته آقای رضا پهلوی در تورنتو تشریف آورده بودن، البته خبر اومدنشون خب بهرمانه بود که خب از نظر امنیتی هم کاملا قابل قبوله و هیچ گونه جای شکی نیست که ایشون بالاخره یک جونشون میتونه در تهدید باشه، ولی نکته ای که هست اینه که از این دیدار هیچ گونه نوشته بیرون نیومد، فقط آقای بهرام بهرامی بودن که در شهروند هفته گذشته یک مطلبی رو نوشته بودن که خیلی خوبه. یکی از مشکلات بزرگی که هست واقعا همین عدم شفاف سازی جریانات هستش که نظر و دیداراشون رو اصلا اعلام نمی کنن. مثل همین گروهی که رفتن پیش آقای نخست وزیر، هیچ کدومشون نگفتن آقا چی گفتن خب اونجا، و این جای نگرانی ایجاد میکنه. یک کلیپی هستش از مصاحبه آقای رضا پهلوی با صدای آمریکا هستش، میبینیم اگر دوستان پخشش کنن. باشه، بدانید که من همیشه سعی خواهم کرد صدای بی صداها باشم و در مقابل بی عدالتی ها بیستم و از حق مردم کشورم دفاع بکنم. برای من مهم نیست که خود من مقامی داشته باشم یا نداشته باشم، اصلا اینه. بله، این آقای گلسفیدی سخنرانی آقای رضا پهلوی بود که به نظر من البته نظراتی که ایشون دارن از خیلی از اپوزیسیون ایران هست، خیلی از رهبرای دیگه دموکرات تر هست و تو این گذشته هم نشون داده، ولی واقعا اینه که با توجه به تجربه‌ای که در انقلاب ایران بوده شما چگونه می‌بینید؟ خب اگر بهترین راه اینه که بریم این تجربه رو در انقلاب 57 که ما در اون شرکت داشتیم ببینیم که چه بوده، چون قول‌ها و حرف‌ها زده میشه، آیا عمل میشه یا نه. گفته هایی که آقای خمینی در پاریس مطرح کرده بودند، گفتند در ایران اسلامی علما خودشان حکومت نخواهند کرد و فقط ناظر هادی امور خواهند بود، خود من نیز هیچ مقام رهبری نخواهم داشت و از همون ابتدا به حجره تدریس خود در قم برخواهم گشت. در نوفل شاتو 5 آبان 57. در جمهوری اسلامی کمونیستا هم در بیان عقیده خود آزاد خواهند بود، 10 نوامبر 78. در جمهوری اسلامی زنان در همه چیز حقوقی کاملا مساوی با مردان خواهد بود، 1 آبان 57. در جمهوری اسلام، در حکومت اسلامی رادیو تلویزیون مطبوعات مطلقا آزاد خواهد بود، دولت حق نظارت بر آنها را نخواهد داشت. خب حالا این چیزهایی که اون وقتا قولهایی که آقای خمینی داده بود به حاکمیت هم رو جمهور و مردم اعلام کرده بود، علنا شاهدیم که هیچ نوع آزادی نیست، یعنی وضعی که قبل از انقلاب داشتیم دیدیم بدتر شد. حالا همین گفته ها رو ما از آقای رضا پهلوی که گفته هاشون رو نگاه بکنیم با عملشون میبینیم که چقدر آدم باید هوشیار باشه که دوباره به دام استبداد دیگه نیفتیم. این مسئله خیلی مهمه، چون تجربه ما اینه که فکر میکردیم که رژیم برود، شاه برود، همه چیز درست خواهد شد، و دیدیم که شاه رفت، استبدادی اومد، استبداد مذهبی که بدترین نوع استبداد در تاریخ بشریته که ما حالا شاهدش هستیم. و حالا با وصف برون آقای رضا پهلوی گفته هاشون با عملشون یکی هست، صحبت هایی که با فوکوس آنلاین انجام دادن ایشون، خودشون رو شاه مملکت اعلام کردن که مردم ایران اون رو میخوان و باعث وحدت مردم میشود، و بعد ایشون اعلام کردن که من هیچ نوع حکومت و پستی رو نخواهم گرفت. خب این در تضاده، وقتی که کسی
میگه از اون بر من شاه از اول زاده شدم و همیشه شاه خواهم بود و مردم ایران منو دوست دارن، از این بر میگه من هیچ مقامی نخواهم گرفت و هیچ گونه مقام اجرایی حکومتی و دولتی دنبالش نیستم و میرم مثل مردم عادی انجام میدم و مسائلی که مطرح میکنم. میبینیم که درست حرفایی که آقای خمینی در جلوی دوربین ها و اون وقتا مطرح کرد، درست ایشون هم همونو دارن مطرح میکنن. ایشون فرمودن که شرط من شفافیت مطلق، خط قرمز من عدم خشونت، سه پشتیبانی داخلی. خب همین اول ما بچسبیم، شفافیت مطلق. ایشون که اومدن اینجا هیچ کس خبر نداره و اصلا نمیدونه با کی ها صحبت کرده و بعد میفرمایند که من هیچ نوع نهاد موازنه ای رو در مقابل این منشوری که من دادم قبول نخواهم کرد. من این تیر را رها کردم و حتما باید به هدف بخورد و اگر هدف نخورد همه چیز از بین خواهد رفت، ایران از بین خواهد رفت. کی میگه ایران از بین خواهد رفت؟ اگه شما نباید باشید، ایران همیشه خواهد بود و دکتاتورها هستند که میان و ستمی که به مردم میکنن و نابود میشن با عملی که کردن. و این رو که ما باید مسئله رو در نظر داشته باشیم که گفته ها با عمل یکی هست. آقای رضا پهلوی میفرمایند که شرط اول شفافیته. خب آقای رضا پهلوی، شما میدونید که آقای دکتر مصدق اومده نفت رو ملی کرده، انگلیسی ها رو بیرون کرده و 2 سال و 8 ماه دولت ملی رو بدون فروش نفت اداره کرده و کیها بودن که پشت این مسئله و دولت ملی حکومت رو از بین بردن و اون وقت دوباره انگلیسی ها و آمریکایی ها رو وارد مملکت کردن و اون قرارداد ننگین کنسرسیوم رو به وجود آوردن و پای بیگانگان رو دوباره به کشور باز کردن. و کی بود که حزب تک حزبی درست کرد، حزب رستاخیز، و گفته بود یا باید جز به همین حزب باشید؟ من اون وقتا حزب پانجا بودم. البته میگه پدرم بوده، خب یه سری مقصر بودن. خب به هر حال دیکتاتور بوده یا نه؟ دکتر مصدق ملی بوده، دولت ملی بوده یا نه؟ کدوم الگویشون کجاست؟ مصدق یا دیکتاتور؟ ولی وقتی هنوز از دیکتاتور طرفداری میکنن، میان توجیه میکنن در نواری که مطرح کردن در سالگرد ملی کردن جنبش مشروطیت، ایشان اومدن مسئله رو به این صورت مطرح کردن که پدرشون باعث بوده که دموکراسی رو به وجود بیاره، مشروعیت به وجود بیاره. و در صورتی که همون میدونیم سال 1999 انگلیسی ها به کمک سید ضیا و بعد آقای رضا شاه رو رضا خان که بوده آوردن حکومت کردن و ایشون چطور بر علیه حکومت مشروطه کودتا کردن؟ چطور ایشون دنبال مشروطه بودن و حکومت قانون بودن؟ اینا قسم خورده بودن که مشروعیت و حکومت قانون رو اجرا بکنن. اینا زیرش زدن، هم پدر بزرگش هم پدرش، با کودتایی که علیه دولت ملی کرده. و میبینیم که الگوی ایشان دکتاتورها هستن که میخوان اونها رو مشروعیت بخشن، و در صورتی که الگوی مردم ایران دکتر مصدق و ایرانیان مبارک سمبل استقلال ایران ایشون دیگه. خب وقتی که ایشون حرفشون با عمل یکی نیست، آیا باور باید بکنیم که ایشون این حرفا رو میزنن؟ درست همون حرفایی نیست که آقای خمینی در پاریس زد و 180 درجه وقتی که قدرت گرفت زیرش زد؟ اضافه آقای خمینی تو ایران حداقل سال 57 واقعا پایگاه توده‌ای داشت. مثلا همه مردم وجدانن، همه مردم بودن. یه اتفاقایی که دیگه ما که نمیتونیم منکر بشیم که همه مردم اومدن و واقعا فکر می‌کردن که این مسایاس، این نجات دهنده شونه که از خب اون که با اون وسیله با اون وجه می‌بینیم که اومد به مردم خیانت کرد و اون حرفایی که جلوی تلویزیون و رادیو زد، و حالا ما باور می‌کنیم ایشون که هنوز پشتیبان دکتاتوری رژیم گذشته هست و نه مصدق، باور بکنیم که ایشون حرفشون با عملش یکیه. میگوید که اولین شرط من صداقته. اصلا با واقعا خیلی ما دوست داشتیم به یه روزی با آقای رضا پهلوی هم گفتگو کنیم، چون تا اونجایی که من میدونم حداقل ایشون چند سال قبل جت خصوصی داشتن و یک نمونهش هم خود ایشون از آمریکا تا چین خلبانی کردن. و در حال اینی که واقعا کسی که خودش خلبان، یعنی جت خصوصی داشته باشه، مردم ایران به کسی اعتماد آنچنانی داشته باشن، جای خیلی سواله. در حال امیدوارم اینا مسائلی که باید روشن شه. البته تا اونجا که میدونم خود مجاهدین و مریم رجوی هم میگن آقا ما اگه بریم ایران 6 ماه بعدش قانون اساسی که تشکیل شد قدرت میریم کنار، در حالی که مثلا خود خانم مریم رجوی الان 24 سالی که رئیس جمهور انتصابی شدن و در حالی 2-3 تا نسل هم بزرگ شدن. یعنی اینکه گفتنی همه میگن، عمل واقعا همین رو شما در نظر داشته باشید. ایشون اینا میگوین که 6 ماه
ما میایم قدرت رو به دست میگیریم و همه اون ستون پایه های استبداد رو اونجا میذاریم، بعد رأی انتخابات آزاد میذاریم. اصلا ممکن هم چنین چیزی؟ پر رژیم روحانیون هم اومدن درست همون کاری کردن که اینها صحبتشو میکنن، با وصف بر اینکه اون تجربه رو داریم، اینا بیان تمام ارگان سازمان ها رو به دست بگیرن و استبداد رو به وجود بیارن و بعد بیان رأی گیری بکنن، اصلا غیر ممکن همچین چیزی. کسی که دموکراته باید حالا دموکرات باشه، و ما شاهدیم که تو این مدت این آقایون اصلا نیومدن گفتگو کنن، صحبت بکنن، بنابراین با گفتگو کسی که نکنه بحث نکنه دموکراسی مثل دوستان امام 91 که ما که اینجا همش به غرض انحصار طلبی اینا چیزی ندیدیم. والا حرفا خیلی خوبه، ولی وقتی شما آقا اصلا تو یه بار ندیدیم کار مجانی برای کمیته ایرانی بکنید، بعدن توقع دارید که شما برید وقتی که مثلا مالتی میلیارد دلار پول میشه و قدرت میشه، بعدن اجازه بدید بقیه هم حرف بزنن؟ فکر نمی‌کنم. اینجا اجازه نمیدن حرف بزنه کسی. جناب باقرزاده لطف کنید که داریم آخر برنامه هم نزدیک میشیم بحث هم، ما خیلی دوست داشتیم تلفن‌ها رو من بعضی از باز کنیم دوستان رو میبینم اون آخر دیگه همش حالت بدو 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 سه چهار تا مطلب و هی پشت سر هم. من دو تا مطلب رو میخوام بهش اشاره بکنم، خیلی سریع هم میخوام اشاره بکنم. ببینین، حمله به ایران مردم رو نابود خواهد کرد، کشور ما رو نابود خواهد کرد. این افرادی که میان و ادعا میکنن که با تحریم اقتصادی و با حمله نظامی به ایران، البته هنوز جسارتشو خیلی ها ندارن که عملا اعلام بکنن ما میخوایم به ایران حمله نظامی بکنن. ببینید، اینها فقط فکرشون نابودی مردم ایران هست و اینجا بتونن یه چی میگی موقعیت اقتصادی بهتری برای خودشون درست بکنن با وابستگی به دولت انگلستان، دولت فخیمه انگلستان که دولت کانادا هم از